به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده عزیز، ما در سلسله برنامه های نام های زیبای خداوند در قسمت 39 قرار داریم. الحفیظ از نام های زیبای خداوند مهربان است که هم در قرآن کریم و هم در حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. الله می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم وما انت علیهم بوکیل. و خدا بر آنان که بجز خدا دوستان گرفتند نگهبان است و تو بر آنها گماشتن نیستی. سوره شورا آیه 6. باز در جای دیگر الله مهربان می فرماید: فَإِن تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إن ربي على كل شيء حفيظ. پس اگر روگردان شوید، به درستی که من پیامی را که همراه آن به سوی شما فرستاده شدم به شما رسانیدم. پروردگار من به غیر از شما قومی را جایینشین می‌سازد و به خدا هیچ زیان رسانیده نمی‌تواند. همانا پروردگار من به همه چیز نگهبان است. سوره هود آیه 57. حافظ و حفیظ از نام های زیبای خداوند می باشند و به معنای نگهبان، حفظ کننده و فراموش نکننده می باشند. خداوند حفیظ است، یعنی تمامی موجوداتی که در این کائنات هست پایندگی و استواریشان به عنایت و حفظ خداوند حفیظ می باشد. خداوند هر چیزی را که می آفرد تا وقتی که برایش مقرر نموده است آن را حفظ و نگهبانی می کند. حفظ صفتی ازلی و ابدی برای خداوند است. خداوند حفیظ است که آسمان ها و زمین را حفظ نموده نظام هستیشان را نگهبان است. الله مهربان می فرماید: این الله یمسک السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. براستی خدا آسمان ها و زمین را از آن نگاه می دارد که از جای خود بلغشند، و اگر بلغشند هیچ کس بعد از خدا آسمان ها و زمین را نگاه نمی دارد. همان او بردباری آمرزگار است. سوره فاطر آیه 41. خداوند حفیظ به کمک و یاری کسی تمامی مخلوقاتش را تا مدت و مقررات خیش حفظ می نماید. حتی خردترین ذره ها و خطاها و حرکت های الکترونی هر مغز اتمی را با عنایت خیش حفظ نموده، خردترین ذره از نظارت او بیرون نیست.